همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی این بار بدون دوست گرامیم آقای مهری بخش دیگری از برنامه برگی از تاریخ رو با شما هستم. در بخش دیگری از این برنامه با شما هستم. هفته گذشته در پایان هفته که با دوست گرامی آقای مهری این برنامه رو فراهم می‌کردیم و ایشان در استودیو بودن و من در از خانه خودم با استودیو تماس داشتم، به یک بار در میانه کار، شاید هم در بخش پایانی برنامه، بخش های پایانی برنامه، در اون شاید 15 دقیقه پایان برنامه، ارتباط اینترنتی من با تلویزیون اندیشه با استودیو قطع شد. به گرفتاری هم از سوی من بود و جناب مهری با درایت و توانایی برنامه رو خودشون ادامه دادن، ولی بخشی از گفتگویی که ما با هم برنامه ریخته بودیم که دربارش گفتگو کنیم و پرسش که ایشان از من مطرح کردند پاسخ با آن داده نشد. این است که امروز که سومین برنامه درباره مسئله حجاب در ایران است، من این برنامه رو بدون جناب مهری برگزار می کنم. از ایشان هم پوزش خواستم از پیش، ایشان برنامه های دیگری هم در تلویزیون دارند و من این بار نخواستم که یک بار دیگر ایشون رنج راه رو بر خود هموار کنند و به استودیو بیان. و این است که من با توجه به پرسش پایانی ایشان که بدون پاسخ ماند، این برنامه رو با شما خواهم بود. پرسش ایشان در واقع این بود که در میان مردانی که از پیشگامان نواندیشی و مدرنیته در ایران بودند، آیا کسی به روشنی به موضوع حجاب اجباری در میان زنان پرداخته بود؟ و همچنین افسودند که آیا اصولا من حجاب رو در اون دوران نوعی اجبار تلقی می کنم یا رفتاری داوطلبانه بر پایه باورهای مذهبی؟ که من در آغاز پاسخ به این پرسش بودم که شوربخت و پیوند اینترنتی من با استودیو قطع شد. پیش از پرداختن به این پرسش و دیگر پرسش هایی که در بیرون از برنامه با جناب مهری با هم گفتگو کرده بودیم و می دانم که در ذهن بسیاری از شما وجود داره، پیش درآمدی رو در این زمینه با شما در میان می گذارم. و آن این است که با یک تأخیر 40 ساله جامعه ایرانی به ارزش جایگاه نقد به حجاب اجباری رسیده. این کوشش و جنبش زنان ایران هست که مردان ایرانی رو واداشته به این که بپذیرند که موضوع حجاب یک موضوع ساده کناری نیست، چیزی که در آغاز انقلاب 57 مطرح می شد. همون راهپیمایی بزرگ زنان که نخستین واکنش مردم به پیدایش جمهوری اسلامی و قوانین تبعیض گرایانه‌ای که در پیش بود، در همون راهپیمایی نخست واکنش‌هایی از سوی گروه‌های سیاسی، روشنفکران سیاسی و بسیاری از مردان به اصطلاح دانش آموخته و باسواد و دانشگاهی و غیره در اون دوران روی داد، گواه بر این بود که گمان می‌کردند حجاب شیطان بزرگ و کوچک و چیزهایی از این دست است که موضوع بسیار اساسی است و حجاب اونقدرها جایگاه برجسته‌ای نداره. به گفته یکی از زنان روشنفکر اون زمان به خود من گفته بود، اگر در این مبارزه بزرگ، در این جهاد بزرگ یک لچک هم سرمون بکنند هیچ ایرادی نداره. و امروز می‌بینیم که این لچک یکی از بزرگترین گرفتاری‌های سیاسی اجتماعی جامعه است. چرا که هنگامی که شما نیمی از جامعه رو وادار می‌کنید در خصوصی ترین زمینه‌ها پایبند قوانین ستمگرانه باشند، در واقع حقوق سیاسی اونها رو محدود می‌کنید، جلوگیری می‌کنید از اینکه اونها آزادانه بتوانند با رختی که خودشون برمی‌گزینند به خیابان بیایند، در زندگی اجتماعی شرکت کنند، کاری که با مردان نکردند. اگر یک نوع حجاب رو هم برای مردان اجباری کرده بودند، باور کنید 10 سال پس از آغاز، ولی خب این بلا رو بر سر زنها آوردند. و امروز می‌بینیم که زنان ایران در
پیشاپیش این جنب و جوش آزادی خواهانه در ایران هستند. 40 سال تأخیر برای رسیدن به چنین درخواست بزرگی که حجاب اجباری یک نوع تجاوز آشکار به حقوق نه تنها زن ایرانی، به حقوق مردم ایران است. و مبارزه با حجاب اجباری، کوشش برای آزاد کردن زن از قید و بند حجاب و آزادی در پوشش، یکی از درخواست‌های برجسته، یکی از خواسته‌های بزرگ اجتماعی سیاسی در جامعه ماست. بازگردم به پرسشی که جناب مهری عنوان کردند. چرا این پرسش دارای اهمیت است؟ چون خیلی ها گمان میکنند که، تصور میکنند که شاید تا پیش از 17 دی ماه 1314، روزی که کار بسیار با ارزشی در جامعه انجام شد، یعنی شاه با رضا شاه با همسر و دخترانش بی حجاب در یک مراسم دانشگاهی شرکت کردند و به گونه‌ای تشویق کردند جامعه رو برای اینکه حجاب رو کنار بنهند. خب طبیعتاً مانند دیگر کارهایی که در جامعه ایران در اون سالها و در سالهای دیگر روی داده، خب اندکی به افراد هم رفتند، مانند برگرفتن چادر از سر زنان، ولی به هر حال گام درستی در آغاز کار نهاده شد. یعنی اینکه پادشاه مملکت، رئیس دولت بیاید و بدون تشویق کنه زنها رو که حجاب رو کنار بگذارند و سپس یک کارزاری در برابر حجاب به راه بیفته، در خود بسیار نیک بود. اما این تصور که هیچ کس و هیچ جنب و جوشی پیش از آن برای کنار نهادن حجاب وجود نمی داشته، برداشت نادرستی است و برداشتی است که یاری به روشن کردن تاریخ نمی رسانه. اجبار در حجاب به دو گونه است. یک جنبه اون در فرهنگ و آیین‌های مذهبی است، اینکه زنان پیش از حتی اجباری بودن حجاب در ایران در دوران جمهوری اسلامی احساس می‌کردند، خیلی از زنان، که باید حجاب داشته باشند. از اون تربیت و آموزش و فشار خانوادگی و فرهنگی برمی‌خواست که در بسیاری از بخش‌های کشور ما، در بدیش روستاها، شهرستانها، تصور اینکه زن بدون حجاب به بیرون از خانه بیاید اصلا شدنی نبود و به همین دلیل هم این فشار اجتماعی وجود داشت. کاری که جمهوری اسلامی در این سالها کرد قانونی کردن این رفتار بود، یعنی رفتار رو دولتی کرد، حجاب رو اجباری کرد و جلوی کار کردن زنان بی حجاب رو گرفت و اصلا جلوی حضور زن بی حجاب رو در خیابان گرفت. و به همین دلیل هم امروز یک زن دلیر ایرانی و زنهای دلیر ایرانی حجاب برمیگیرند و چادر از سر میافکنند و اون رو به پرچم تبدیل میکنند، روسری رو پرچم میکنند و این رو به عنوان یک مبارزه نمادین در برابر اجبار دولت، تبعیض دولت تبدیل میکنند. و بسیار هم کار دلیرانه است و کار بسیار بسیار بزرگی است و باید گفت که نمونه ای از این است که جامعه ایران بیدار شده و حکومت دینی و قوانین برآمده از حکومت دینی رو نمیخواهد. اما از دیرباز، از همان سپید دم مدرنیته در ایران، در میان روشنفکران و پایگزاران اندیشه مدرن در ایران، پایگزاران اندیشه نو در ایران، فکر نقد به حجاب وجود می‌داشت و کسانی در این باره تا نوشتند، در این باره داوری‌هایی کردند که بسیار هم ارزشمند هست. یکی از نخستین کسانی که در این باره کارهای اون رو در دست داریم، دو نفری که کارهای اونها رو در دست داریم، یکی آخوند کرمانی است و دیگری یکی از پایه‌گذاران و در واقع باید گفت شاید پدر مدرنیته ایران، آخوندزاده. آخوندزاده اصلا قانون، یعنی حجاب رو سرچشمه فساد میدانه و میگه بسیاری از مفاسد مدنی، مفاسد جامعه مدنی از همین رفتار مردان با زنان برخواسته، از همین، از خشونت رفتار مردان با زنان برخواسته و میگوید که
دانش آموختن زنان یکی از پایه‌های پیشرفت یک جامعه است. خیلی جلوتر از دیگران فکر می‌کرده. بر این باور بوده که اگر زنان آزاد باشند، دانش‌های نو بیاموزند، جامعه با شتاب رو به رشد خواهد رفت. من بخشی از یک نوشته رو از او، نامی رو از او می‌خوانم برای شما تا حدودی روشن باشد که تا چه اندازه آدم‌های مانند او 140 سال پیش روشن می‌اندیشیدند. خیلی خیلی پیش از اینکه موضوع کشف حجاب در سال 1114 مطرح بشود، او در نامه‌ای، در هم مکتوبات کمال الدوله، در بخشی از مکتوبات کمال الدوله و همچنین در یک نامه‌ای به میرزا یوسف خان مستشار رادیو تبریزی اشاره میکنه به مسئله حجاب. در مکتوبات کمال الدوله که 40 سال پیش از، تقریبا 40 سال پیش از فرمان مشروطه نوشته شده، یعنی 150 سال پیش تقریبا، میتازد به این که این اندیشه های خرافی که طایفه ناس رو در حبس و حجاب نگاه داشته، به این اندیشه ها میتوفد و اونها رو به نقد میکشه. در نامه‌ای که به مستشار دوله تبریزی نوشته، حجاب رو حبس ابدی زنان میخوانه و یکی از زمینه‌های گرفتاری دائم ایشان. خب مستشار دوله آمده بود و کتاب یک کلمه رو، اون دفتر کوچک یک کلمه رو بر پایه مقایسه قرآن با قوانین پیشرفته فرانسه نوشته بود. یعنی آمده بود و بخش‌هایی از قانون اساسی فرانسه رو به فارسی برگردانده بود، بندهایی رو همراه با اعلامیه حقوق شهروندی و حقوق بشر فرانسه، و نشان داده بود، پوشش کرده بود نشان بدهد که در قرآن هم به چنین مبانی اشاره شده. خب پایبند دین بود، در حالی که آخوندزاده پایبند دینی نداشت و به همین دلیل است که به مستشار دولی می‌نویسد که این حجاب حبس ابدی زنان است و شما اگر می‌خواهید در جستجوی آزادی باشید، به دنبال یک کلمه هستید، به دنبال قانون هستید، به دنبال آزادی هستید، باید به حجاب بتازید، باید به این حبس ابدی زنان خورده بگیرید. میرزا آقاخوانی کرمانی خیلی از این هم شاید میتوان گفت تندتر رفته بود. او در کتاب هشت بهشت پیرامون وابستگی اینکه قوانین و شرایع همه با هم به دین پیوند دارد، میگوید که این دین رو پیامبر اسلام برای اعراب آورده بود و بسیاری از این چیزهایی که در این دین وجود دارد برای اعرابی بوده است که مانند ما پیشرفت نبودند. البته من به این جنبه های شاید گزافه گویانه کار ندارم و نمیخواهم بگویم که ایرانیان پیشرفته تر بودند یا پسمانده تر بودند اعراب. اصلا وارد این گفتگوها نمیخوام بشم. طبیعی است که تمدنی که ایران در دوره ساسانی داشته از شرایطی که در جامعه عربستان زمان پیامبر اسلام وجود می‌داشته جلوتر بوده. ولی او میگوید که این حجاب از جمله برای مسلمانان در کشوری مانند ایران نیست، این برای اعراب آمده. و این است که خب می‌دانیم که میرزا آقاخوان خیلی دشمنی شدیدی با اعراب داشت و بسیاری از نوشته‌ها حتی کینه‌توزانه نسبت به اعراب سخن می‌گوید، که خب کارش ضرورتاً درستی نیست. میگوید که تمام کمال مبارک، یعنی پیامبر اسلام، برای تهذیب و تربیت یک ملت وحشی بود و بنابراین ما که ملت وحشی نیستیم نباید این آداب رو به کار ببریم، مانند حکم غسل و طهارت و قصه حجاب و عصمت. در همون دوران، اندکی پس از دوران میرزا آقاخوانی کرمانی و آخوندزاده، یکی از بزرگان اون زمان، یعنی علی اکبر طاهرزاده صابر، که سروده های زیادی از اون به جای مانده، در سروده به نام ایداد و بیداد اردبیل، از زبان یک مرد اردبیلی که پس از رفتن باکو و دیدن زنهای بیهجاب شگفت زده شده بود، سخن از این میگوید که چرا، یعنی از زبان مرد اردبیلی شکایت میکنه که چرا سالها
از دیدن زن بی حجاب محروم مانده و گلمند است از اینکه در اردبیل چه زندگی میکرده چشم او به روی زنان بی حجاب نیفتاده. این رو به عنوان یک کار طنز، سروده طنز ازش یاد میکنه. جلیل محمد قلی زاده، او هم در سال دوم مولا نصرالدین، میدونید مولا نصرالدین یک روزنامه طنز به زبان آذربایجانی آذری ترکی آذری بود که خیلی گل کرد در اون دوران و به راستی باید گفت در سرتاسر سرزمینی که قفقاز به شمار می آید در میان مردم آذری زبان بسیار بسیار پرخواننده بود در محدوده ای که سواد اجازه می داد در اون زمان. او می گوید که او در شماره سال دوم درباره آزادی زنان می نویسد و از حجاب انتقاد می کنه تا جایی که روحانیان آخوندها او رو تکفیر می کنند و خود او در یکی از نوشته هاش می گوید که دوستان نصیحتم کردند که در کوچه و بازار آفتابی نشوم به دلیل نقدی که به موضوع حجاب کرده بود. یکی دیگر از کسانی که در این راستا بسیار پیشگام بود پدر پروین اعتصامی است، میرزا یوسف خان اعتصام الملک. او در کتابی به نام تحریر المرآت یا رهایی زنان که البته برگردانی است از کتاب قاسم امین روشنفکر مصری، البته این رو وقتی برگردان به فارسی نامون رو رهایی زنان نگذاشت برای اینکه شاید بیمهراس داشت که جلوی این کتاب رو بگیرن، نام اون رو تربیت نسوان گذاشت، در حالی که نام کتاب قاسم امین تحریر المرآت هست، یعنی رهایی زنان، آزادی زنان. او درباره حقوق زنان سخت کوشا بود و به همین دلیل هم دختر او پروین اعتصامی یکی از پیشگامان زمینه ادبی در اون سالها شد و البته میدانیم که تا چه اندازه پایبند به حقوق زنان هم بود. میرزا حسین خان عدالت که نشریه به همین نام در رواداری از مشروطه در آذربایجان بیرون میداد و از بزرگان و رهبران جنبش آزادی خواهی در تبریز بود، در شماره چهارم نشریه ترکیه آذری صحبت در تبریز در نوشتاری به نام دنده کج یا کج بابورگا به افسانه آفرینش زن از دنده مرد پرداخت و حجاب رو به نقد کشید و نشریه او جالب است که به دستور انجمن تبریز، یعنی انجمنی که هوادار آزادی و حقوق بود، بسته شد. یعنی تا این اندازه هنوز مردان اون زمان، حتی مردان آزادی خواه اون زمان، بیم و حراس داشتن که به مسئله حجاب بپردازند. در برنامه هفته گذشته اشاره کردم و جناب مهری هم اشاره کردند به نقش زنانی که در این راستا بسیار بسیار پیشرو بودن، مانند بیبی خانم استر آبادی و دیگران، ولی اجازه بدید که در اینجا از دیگران، از شخصیت‌های دیگری که در این زمینه پیشگام بودند یاد کنم. اجازه بدید حاشیه‌ای در اینجا برم برای اینکه دریابیم تا چه اندازه مسئله بی‌حجابی و به ویژه روبنده کنار زدن در جامعه مسئله شده یا مسئله بوده. باید به شمار رساله‌های دینی که در ستایش از حجاب در این سال‌ها نوشته شده نگاه بیاندازیم، یعنی در دوره 10 ساله پیش از مشروطه تا نزدیک به 5-6 سال پس از آغاز پادشاهی رضا شاه، ما با یک انبوه نوشتارهایی به صورت رساله یا به صورت یک نوشتار روزنامه‌ای در ستایش از حجاب و نقد به بی‌حجابی روبرو هستیم. اگر یک جنب و جوشی در درون جامعه وجود نمی داشت
و اگر کوشش های از سوی زنان و مردان نواندیش برای کنار نهادن حجاب وجود نمی داشت، این رساله ها به چاپ نمی رسید. یعنی کسانی این زحمت رو به خودشون نمی دادن که بروند بنشینند پژوهش مثلا بکنند و درباره اهمیت حجاب و عفت، رابطه حجاب و اخلاق، رابطه حجاب و عفت رساله هایی رو منتشر کنند. ما از اون 10 سال پیش از انقلاب مشروطه تا 5-6 سال پس از آغاز پادشاهی رضاشاه، در این 30 سال با یک انبوهی از رساله ها و نوشتارها روبرو هستیم. بسیاری از اونها هنوز به جای مانده و برخی از اونها رو در برنامه های دیگر ازشون یاد کردم یا با گفته هایی رو خواندم. این انبوه نوشتارها گواه بر این است که در جامعه گفتگو بر سر کنار نهادن حجاب در گرفته بوده، نمیشه در میان اونهایی که رفت آمده به فرنگ داشتند، رفت آمده به خارج داشتند، فرزندانشون درس خوانده بودند و زیر بار این گونه حجاب نمی رفتند. مثلا می دانیم که خانم دولت آبادی، صدیقه دولت آبادی، یک زنان پیشگام روزنامه نگار آزادی خواه ایران بود و یکی از نخستین روزنامه های زنان رو در اصفهان بیرون داد و سپس او را از اصفهان واقعا بیرون راندند آخوندها و کار خودش در تهران ادامه داد. او پس از رفتن به اروپا به درس خواندن در فرانسه، هنگامی که به ایران بازگشت هیچگاه دیگر حجاب بر سر، حتی روسری بر سر نکرد و بدون روسری در خیابان و بازار ظاهر می شود. و این یکی از کارهای دلیرانه اون زمان بود، خیلی پیش از 17 دی 1314. سخن بر سر شاید 12-13 سال پیش از 17 دی هست که زنی مانند صدیقه دولت آبادی بدون حجاب در خیابان بیرون می آمد پس از اینکه از فرانسه برگشته بود. این نگرانی از بی‌عفتی، همون بی‌حجابی، حتی در یک از رساله های معروف مشروطه بازتاب یافته. یعنی در اون رساله تنبیه الامه و تنزیه المله، یکی از رساله های بسیار معروف پشتیبانی از مشروطه در نقد به شیخ فضل‌الله نوری است، در نقد مشروع است، آقای ناینی که یکی از بزرگترین روحانیان آن زمان بوده به بی‌حجاب بیرون آمدن زنان میپردازه و میگوید که این هم یکی از گرفتاری های جامعه است و حتی در رساله‌ای که بناست در پشتیبانی از آزادی، پشتیبانی از مجلس مشروطه، پشتیبانی از حقوق ملت برای تشکیل مجلس مشروطه باشه، در این رساله هم او دل مشغولی خودش رو از بیهجابی زنان یا نگرانی خودش رو از بیهجابی زنان آشکار میکنه. در اون دوران یکی از زمینه‌های دیگری که در بیداری زنان ایران و شاید به گونه‌ای گرایش اونها به کنار نهادن حجاب جایگاه برجسته‌ای داشت، گسترش آموزش زنان بود. می‌دانید که آموزش نو وقتی وارد ایران شد، یعنی آموزش دبستانی نو وقتی وارد ایران شد، به کوشش میرزا حسن خان رشدیه که درگیری های آخوندها با این کار داشتند و دبستان او رو در تبریز چند بار ویران کردند، دست او رو شکستند و سرانجام توانست در پناه یکی از وزیران روی هم رفته روشنبین اون زمان، امین الدوله، در تهران کار خودش رو ادامه بده. و اصلا این گونه بود که مدرسه و آموزش نو در ایران، دبستان نو در ایران پا گرفت. این جالب است که این رو از زبان عروس رشدیه برای شما میخونم که تو چه گرفتاری های دختر ایرانی برای درس خواندن داشته. این رو توبی رشدیه، ببخشید نه، این رو جای دیگه نوشتم، از بدونی پیدا کنم. یادداشت زیادی دارم چون آقای مهری هم در کنار من نیستن، مجبورم خودم بازگردم و اینها رو بیابم. بله، این خیلی جالب است. این از یکی از در میان یادداشت هایی است که از خانم پوراندخت رشدیه، عروس میرزا حسن، همون میرزا حسن رشدیه، پایگزار دبستان نو در ایران
باقی مانده. می نویسد که میرزا حسن خان میخواست دخترانش هم باسواد باشند، اما در تبریز مدرسه دخترانه نبود. سر دو دختر کوچکش که شهناز و مهین بانو نام داشتند تراشیده بود و با آنها لباس پسرانه پوشیده بود. ببینید بدبختی جامعه ما در اون هنگام تا چه اندازه بوده که مردی مانند رشدیه که پایه‌گذار دبستان آموزش مدرن ایران بوده، برای اینکه دختران خودش رو، دو دختر خودش رو به آموزشگاهی که خود او پایه‌گذار آن بوده بفرسته، سر دخترانش رو تراشیده، رخت پسرانه به تن اونها کرده که اینها رو بفرستد به مدرسه. در تبریز مدرسه دخترانه نبود. سر دو دختر کوچکش که شهناز و مهین بانو نام داشتند تراشیده بود و با آنها لباس پسرانه پوشانده بود تا به مدرسه پسرانه بروند. کسی نمیدانسته که اینها دختر هستند. پدرم، یعنی فرزند رشدیه از همسر نخست او، تعریف میکرد که به شهناز گفتند میرزا عبدالله و مهین بانو را بدرالدین صدا میکردند، یعنی دختران خردسال رو نام پسرانه هم بر اونها گذاشتند. میرزا عبدالله شهناز، شهناز رشدیه که بعدها شهناز مقدم، مقدم مراغهی شد، همسر مقدم مراغهی، یکی از دو زوج پیشرو در زمینه حقوق زنان، در زمینه حقوق به طور کلی، و خود این خانم شهناز رشدیه، شهناز مقدم، از پیشگامان حقوق زنان در ایران شد. نام این رو گذاشته بودن میرزا عبدالله و نام دختر دیگر مهین بانو رو بدرالدین. میرزا عبدالله روی نیمکت کنار پدر من، یعنی برادر بزرگترش، همسر این خانم پوراندخت رشدیه می نشسته و پدرم می دیده، یعنی این برادر بزرگتر، برادر بزرگترم نمی دونسته که اینها خواهرشن، از همسر دیگری بوده، و پدرم می دیده که گوش اینها سوراخ است. وقتی میپرسی دیگه چرا، آن دو میگفتن ما در بچگی مریض شده ایم و دکتر گفته که گوشتان را باید سوراخ کنید تا خوب شوید. ببینید با چه رمز و رموزی یک دختر کوچک باید برادر خودش رو، برادر بزرگتر خودش رو بول بزنه که بتواند به مدرسه بیاید. اما یک روز پدر من، یعنی برادر بزرگتر اینها، به اندرون میرود، پرده را که کنار میزند، ناگهان میبیند که میرزا عبدالله با شلیته سر حوض نشسته است. یعنی میفهمه که این دختره و ماجرای مدرسه رفتن اینها، مدرسه پسر رفتن اینها به پایان میرسه. همون گونه که امروز یک زن ایرانی باید با چنین دلیری و به زندان رفتن حجاب اجباری رو کنار بگذاره، 130 سال پیش، 120 سال پیش، دختر ایرانی با چنین بدبختی و با چنین محرومیت هایی باید، فراموش کنید حجاب، باید مدرسه میرفته، درس میخونده. و این رفتن و درس خواندن یکی از زمینه های بیداری، یکی از زمینه های حتی علاقمند شدن زن ایرانی به کنار نهادن حجاب شده. اجازه بدهید که دشواری هایی که دختران ایران، زنان ایران برای رفتن به آموزشگاه و درس خواندن داشتند، که بر روی بخشی از این چالش برای دست یافتن به حقوق بوده و بخشی از این جنبش عمومی، کوشش عمومی در راستای حجاب، یکی از نخستین آموزشگاه های مدرنی که در، یا در واقع نخستین آموزشگاه مدرنی که در تهران خیلی پیش از مشروطه به وجود آمد، شاید 10 سال پیش از فرمان مشروطه، یک مدرسه بود به نام مدرسه عالی اناسیه آمریکایی یا آموزشگاه دخترانه آمریکایی، که شروع کرده بود در چند سال پس از باز شدن انگشت شمار دختران مسلمان رو هم به مدرسه راه میداد، چون بیشتر از اون دختران مسیحی و ارمنی و غیر مسلمان به این مدرسه می رفتن. یکی از نخستین کسانی که در این مدرسه دخترانه آمریکایی درس خواند و سپس یکی از زنان پیشرو و پیشگام در راستای حقوق زنان و یکی از گشایندگان آموزشگاه نو در ایران بود، خانومی است به نام مهرتاج بدرالدجاه.
یا درخشان تهرانی، نام خودش رو عوض کرد. خیلی جالب است، او میگوید که موضوع تحصیل در مدرسه آمریکایی به آسانی حل نشد و پدرم میرزا محمد باقر رضوی امام الحکما قبول نمی کرد، امام الحکما بوده تازه، قبول نمی کرد که من و خواهرم را به مدرسه آمریکایی بفرستد. بنابراین با خواهرم قرار گذاشتیم. ببینید اینها امروز شما نگاه میکنید در این پیکره هایی که از ایران به ما میرسه، یک دختر دلیر میرود و از روسری خودش پرچمی میسازه. 100 سال پیش این کارها رو دختران ایران در زمینه دیگری انجام میدادن. این زن ایرانی اینک 150 سال در این دوران مدرنیته همچنان در جنب و جوش و کوشش برای به دست آوردن حقوق ابتدایی است، حقوق پایه‌ای است. بنابراین با خواهرم قرار گذاشتیم یک روز از راه حمام فرار کنیم و در منزل علی اصغرخان عطابک که از دشمنان پدرم بود متأثر شویم. با تدارک قبلی از راه مراجعت حمام سوار واگن اصلی شدیم و به اندرون خانه عطابک رفتیم. عطابک از دشمنان مشروطه و این میرزا محمد باقر رضوی امام الحکما از هواداران مشروطه. بنابراین اینها رفتن در خانه عطابک بس نشستن. درخواست سیاسی هم نداشتن، میخواستن برن درس بخونند. به اندرون خانه عطابک رفتیم، مدت 1 ماه بس نشستیم تا پدرم موافقت کرد ما را به مدرسه آمریکایی بگذارد. ببینید برای این پدر باید گزینش این بوده میان ننگ بس نشستن، این که میگویم ننگ از نقطه نظر اون آدم است، ننگ بس نشستن دو دخترش در خانه یکی از دشمنانش، یکی از دشمنان مشروطه، و فرستادن اونها به یک مدرسه آمریکایی که سرانجام پس از 1 ماه و چه بسا زیر فشار همسرش تن در میداد که این دخترها از این بس نشستن در اندرونی خانه عطابک بیرون بیایند و بروند درس بخوانند. و این خانم مرتاج رخشان سالیانی پس از اون مدرسه یک رشته مدارس دخترانه، آموزشگاهی دخترانه به نام ام المدارس رو در تهران پای گذارد که برای نخستین بار یک روپوشی که خودش طراحی کرده بود و کلاهکی داشت روی سر دختر می آمد به جای چادر برای این دختران در واقع طراحی کرده بود که آخوندها بلوا کردند و گفتن این زن یکی از دردناکترین زمینه هایی که به اون میتوان اشاره کرد این است که در هر بزنگاهی بر سر هر موضوعی تا زنان کنار هم گرد می آمدند به اونها مهر کنار نهادن حجاب، مهر بی عفتی می زدند. ارتباطی هم نداشته. نخستین انجمن زنان ایران رو دختر همسر رشدیه در همون دوران مشروطه در تهران بنا نهاد. تبلیغ کردند آخوندهای محل که در این انجمن بی‌حجابی و بدحجابی دارند، بی‌عفتی به زنان رو دارند رواج میدند و انجمن رو با دستور مجلس مشروطه تعطیل کردند به دلیل فشار آخوندها. زن ایرانی از اون زمان، از 150 سال پیش، سپس 110 سال پیش که فرمان مشروطه صادر شد، با چنین گرفتاری های باید راه رو باز میکرده برای دست یافتن به حقوق و امروز هم میبینیم با همین گرفتاری ها کم یا بیش روبروست. یک نامه ای در روزنامه مجلس، شماره 6 روزنامه مجلس آمده که نام نویسندش ظاهراً گمنامه، ولی می دانیم که این نامه رو خانوم همون بی بی خانوم استرابادی که اشاره کردم او نوشته. از خامه نوع قلم این نامه و کتاب معروف معایب الرجال پیداست که این نویسنده این نامه و نویسنده معایب الرجال یکیست. یک دبستان خانگی درست کرده بود به فتوای آخوندهای برجسته تهران
از جمله شیخ فضل‌الله نوری بسته شد، مدرسه دوشیزگان، و گفته بود که این تربیت نسوان همانند خوردن مشروب الکلی و اشاعه فحش فاحشه‌خانه هاست، هیچ فرقی با هم نداره. آموزش دختران مانند گشایش میخانه و اشاعه فاحشه‌خانه است. این رو شیخ فضل‌الله نوری گفته بود. فتوای بستن، دستور بستن این مدرسه دخترانه هم، دبستان دخترانه، یا خیلی نام زیبایی هم گذاشته بودن مدرسه دوشیزگان رو، هم سید علی شوشتری داده بود که گفته بود وای به حال مملکت مسلمانی که مدرسه دخترانه در آن باشد. این در بنیاد اندیشه آخوند امروز هم وجود داره، ولی خب زیر فشار اجتماعی جرأت نمی‌کنه رو مطرح کنه. این نامه است از همین خانم بیبی خانم استرآبادی. میگوید بر مدیران رتق و فتق امور، رتق و فتق امور واجب است که در این هنگام درخت سعادت، در این هنگام درخت سعادت ابدی در باغ مراد ملت بنشانند و اساس ترقی و پیشرفت این مملکت را بر پایه استوار نهند و به تربیت نسوان بپردازند. آیا میتوان گفت اهل ایران با هوش طبیعی و استعداد خداداد احتیاج نوع را به ترویج علم و صنعت احساس نکردند؟ نه، بلکه به واسطه این بود که آنها زنهایشان را تربیت کردند، یعنی اروپاییان. ملت ایران زودتر از ملت ژاپن با اروپا مراوده پیدا کرده. چرا مثل آنها ترقیات عصر جدید را فرا نگرفت؟ همه به واسطه این نکته است که زنهای فرنگی به واسطه علم معنای هیئت اجتماعی را میفهمند، ولی زنهای مسلمان جز کینه ورزی با یکدیگر، تربیت کودکان به مقتضای سلیقه خود، چیز دیگری نمیدانند. وقتی که آموزگاران و مربیان اولیه اطفال را تربیت نکنند، جوانان، مردان و پیران با تدبیر نخواهیم داشت. با چه درایتی این رو مطرح میکنیم؟ در این دوران کوشش های دیگری هم پا گرفت، از جمله چند انجمن در تهران در بین سالهای 1300 تا 1305 به وجود آمد که یکی از این انجمن ها رسماً انجمن مبارزه با حجاب بود، و چند بار کسانی که این انجمن رو به راه انداخته بودند که از جمله یکی از اونها دختر میرزا حسن رشدیه معروف و همسرش بود، مقدم مراغهی، این دو رو دست کم سه بار بازداشت کردند به دلیل اینکه انجمن مبارزه با حجاب به راه انداخته بودند و در میان زنان تبلیغ می‌کردند که باید زن حجاب رو کنار بگذاره. اینها در سالهای بین 1300 تا 1356 هست که گزارش دستگیر شدن اونها در روزنامه‌های اون زمان به وسیله نظمیه یا شهربانی آمده، و اینها از شمار آدم های بسیار بسیار پیش رو اون زمان بودند. همین مقدم مراغهی که از روزنامه نگاران برجسته اون دوران هم به شمار می آمد، یعنی حاج میرزا ابوالقاسم خان آزاد مراغهی، نه مقدم، خوزش بکنم، بله مقدم آزاد مراغهی، ایشون هنگامی که این رو خانم رشدیه تعریف میکنه، میگوید که هنگامی که ما ازدواج کردیم، همسر من از من خواست که هیچگاه، یعنی شرط ازدواج این بود که من هیچگاه با حجاب در میان مردم ظاهر نشم. این عبارت اون رو میخونم براتون. میگوید که در آغاز جنگ جهانگیر پیشین به ایران، در آغاز جنگ جهانگیر پیشین به ایران برگشته با دختر نوشین روان، این رو خود مراغهی می نویسد، با دختر نوشین روان حاج میرزا حسن رشدیه بنیانگذار آموزشگاه های جدید در ایران ازدواج کردند. خب این مراد از جنگ جهانی اول حدود سال 1295 تقریبا 95 خورشیدی است، پیش از دوران رضاشاه، با دختر نوشین روان حاج میرزا حسن رشدیه بنیانگذار آموزشگاه های جدید در ایران ازدواج کردم.
و در نخستین روز به وی گفتم که شما نباید از مردان رو بگیرید و باید برای رفع و آزادی زنان از کفن سیاه اقدامات کنید. ببینید خیلی خیلی پیشه، یعنی حدود 20 سال پیش از این کار به حال درستی که انجام شد در روز 17 دی، چنین مردان و زنان دلیری در ایران، پیشگامانی در ایران وجود می داشتند. از او خواسته که برای رفع آزادی زنان از کفن سیاه اقدامات کنی. همسرم در پاسخ گفت اغلب و اکثر ملت و زمامداران و پیشوایان ایران کاملا مخالف این مرام هستند و ما را تکفیر و واجب القتل خوانده از هیچ گونه آزار کوتاهی نخواهند کرد. جواب دادم اقدامات سری و با احتیاط خواهیم کرد و امیدوارم با تدابیر لازمه به مقصود برسیم. ما با چنین کوشش هایی در ایران از 150 سال پیش کم یا بیش روبرو بودیم. البته محدود در میان گروهی از مردم بوده. از استودیو به من آگاهی رساندن که ما به پایان زمان رسیدیم. من هفته آینده این گفتگو رو با میزبان همیشگی این برنامه، آقای حسین مهری، روزنامه‌نگار ارجمند، دنبال خواهم کرد. سپاسگزارم.